فهمیدم چرا انقدر به بنبست میرسیم. جدن؟ چه خوب پیشگیری قبل از وقوع حادثه. همین ما زندگیمون یه نواخت شده. الان یه پست خوندم که میگه برای اجتناب از سردی روابط زندگیتون رو متنوع‌تر کنید. جان کتی دیگه من حوصله کارهای محیرالعقول ندارم. بی خیال شو بره. نه بابا میشه راحت‌تر کار کرد. با یه تغییر کوچیک تو دکوراسیون میشه خونه و علل خصوص کانونشو گرم‌تر کرد. کامی اصلا خرید یه جور درمانه. بله که هست، البته تأثیرش تو روحیه فروشنده محترم بیشتره تا خریدار. نه خیرم، یادت نیست اون قاب عکسو خریدیم چقدر حالمون خوب شد؟ خانم حال شما خوب شد، وگرنه هنوز جای بقیه هاش درد میکنه. تو بلد نیستی یه میخ و درست به دیوار بکوبی؟ چرا تئوری مردمو میبری زیر سوال؟ تا من میرم لباسامو بپوشم بریم خرید، تو هم نظر مثبتتو اعلام کن. خوشم میاد به نظر مثبت من، خیلی هم احترام میذارم. بفرمایید خانم، اینم گلدون آوانگاردتون. کامی توی مغازه لاکچری تر به نظر نمی اومد. چرا؟ به خاطر میز و نوری بود که بهش داده بودن. فکرمو خوندی؟ به تنهایی خوبه ها، ولی وقتی میاد بغل مبل شیکیشو از دست میده. خانم پول خرید مبل نداریم، یه مدت همینجوری تحملش بود. کامی هر کاری میکنم نمیتونم این شرایطو تحمل کنم، یه جورایی خاره تو چشم. کدوم شرایط خانومم؟ گلدونه دیگه. ببین با این ست مبل چقدر خوب میشه. خانم که زرده. خب باشه، بعدش هم میخوای بگی که حتما به رنگ فرش و پردمون نمیاد. دزم شپش ها در جیبم چارقاب بازی مینمایند. آرزو به دلم بود یه بار یه چیزی بخوام بگی باشه. یافتم. فهمیدم چجوری پول خرید وسایل جدید رو تهیه کنی. چجوری خانوم؟ یه سایتایی هستن که هر کی هرچی رو نمیخواد توشون آگهی میکنه، بعد آدمایی که لازم دارن میرن میخرن. مطمئن نمیخوام. آره بابا، میزنیم جهیزیه یه تازه عروس، فروش کلی به خاطر مسافرت، قیمت مناسبم میذاریم، زود میخرن. حالا پاشو باید از همه چی عکس بگیریم. خوابم میاد خانوم. بله. ای خدا. بفرما خانم، چقدر بهت گفتم که با پول تیر تخت هامون فوشم بهمون نمیدن؟ حالا جهیزیه من شد تیر تخته. جهیزیه سابقتون، هرچی بود روحش شاد و یادشان گرامی. خب کاری نداره، زنگ میزنیم به خریدارا میگیم مسافرتمون کنسل شد، وسیله هامونو پس بدین. شما خودت حاضری زنگ بزنی به خارشوهر شهیم بگی سفرت کنسل شده؟ کامی همش تقصیر توه، اگه زندگی رو برام متنوع تر میکردی من به خرید درمانی نمیافتادم. خانم به من چه؟ شما قیمتا رو درست نگاه نکردی. آخه تو که میدونی من تو تبدیل ریال به تومن مشکل دارم، چرا حواست نبود؟ نه خیر، با شما نمیشه منطقی صحبت کرد. هر چی بگم آخرش من میشم گناهکار. ای خب حالا که با منطق شوپنهاور آشنات کردم میفهمی. کتی میگم اینجوری قشنگتر شد خونمون، لخته لخته.